که همه کسانی که در دوران شاه مبارزه می کردند در کادر سازمان مجاهدین می دونند 6 پایه و 6 اصل مشخص وجود داشت. اولا مهمترین مسئله این بود که بنیانگذاران سازمان در بررسی مبارزات و به خصوص شکست‌های گذشته به این واقعیت رسیدند و اون رو اعلام کردند در درون خودشون و در درون سازمان که علت شکست‌ها برعکس اونی که بسیاری از روشنفکران اون روزها می‌خواستن بگن و در واقع مسئولیت رو از دوش خودشون بردارن، نه در آماده نبودن توده‌ها، بلکه برعکس در فقدان شرایط ذهنی مناسب، یعنی فقدان رهبری ذی‌صلاح نهفته بوده. نتیجه گیری دوم این بود که میبایست همگام با پیچیده شدن شرایط حاکم بر جامعه، رهبری هم پیچیدگی های لازم رو کسب بکنه و به همین دلیل به درستی به این واقعیت دسترسی پیدا کردند که اگر شیوه های مبارزاتی در گذشته با شکست روبرو شده، ناشی از این بوده که نیاز مبارزه به پیچیدگی راهی که ارائه میشه از طرف رهبری از طرف پیشتاز متناسب با مشکل جامعه نبوده. به همین دلیل اونها به درستی دریافتند که راه مبارزه مردم صرفاً و صرفاً با استراتژی مبارزه مسلحانه گشوده میشه و این مرحله از انقلاب که اونها قرار داشتند لازمش آمادگی و ورود به مبارزه مسلحانه بود که در عمل هم پیاده کردند. جنبندی سوم عبارت بود از این که مبارزات مردم ایران در گذشته عمدتاً مبارزه‌ای بوده بدون سازماندهی و بدون تشکیلات انقلابی و به همین دلیل به وجود آوردن یک سازمان و تشکیلات انقلابی لازمه ادامه مبارزه و راهگشایی و شکستن بن‌بست بود. چهارمین تجربه این بود که در گذشته مبارزان و به خصوص دستگاه رهبری کننده در سطوح رهبری حرفه‌ای نبودند، یعنی مبارزه تنها کار و تنها اشتغال زندگیشون نبود، بلکه عناصری بودند آماتور، غیر حرفه‌ای در مبارزه و این یک عامل شکست جدی بود و بنابراین این رو هم بایستی در دوران جدید جبران می‌کردند و به خصوص در سطح رهبری حرفه‌ای شدن رو اصل قرار می‌دادند. پنجمین نتیجه جمع‌بندی‌های مبارزات گذشته که توسط بنیانگذاران ما ارائه و حل شد این بود که مبارزه اجتماعی فنه. به همین دلیل به درستی تأکید کردم که برای مبارزه باید یک استراتژی و خط مشی مشخصی رو طراحی و ارائه کرد که این کار رو کردند. و بالاخره اصل پایه‌ای و اساسی دیگه‌ای که بنیانگذاران سازمان به دست آوردند رسیدند عبارت بود از این که برای مبارزه تداوم یابنده باید مبارزه ایدئولوژیک باشه، یعنی باید عنصر ایدئولوژی تحلیل مشخص از هستی، جامعه و انسان در اختیار سازمان رهبری کننده باشه و با اون ایدئولوژی و متکی بر اون ایدئولوژی راه مبارزه رو پیش ببره. سازمان مجاهدین بر پایه چنین جمع‌بندی و این 6 اصل راه خودش رو آغاز کرد و به پیش رفت و عملاً ثابت شد که این اصول و این مبانی اصولی بسیار بسیار واقع‌گرایانه بودند و تونستند راه سازمان مجاهدین رو به جلو باز کنند. در وفاداری به آن جمع‌بندی و برای ایجاد یک سازمان توانمند و دارای آرمان و کادرهای ذی‌صلاح، بنیانگذاران مجاهدین از سال 1344 تا 1350، 1965 تا سال 1971 به کار پرحوصله تدوین دیدگاه‌های آرمانی مجاهدین و تدوین خط مشی و استراتژی سازمان پرداختند. آنها با یک سازماندهی مخفی و زیرزمینی
و با کار فشرده تئوریک آن را به پیش بردند. محمد حنیف نژاد معتقد بود که برای یک گرم عمل درست اصولی باید یک تن کار فکری انجام داد. گفته شد مجاهدین یک نیروی مسلمان بودند. اسلام این گروه چه تفاوتی با اسلام خمینی و آخوندهای دیگر داشت؟ چون در آن زمان چندین دسته از اسلام دم می‌زدند. یکی آخوندهای مثل خمینی، دیگری گروه های ملی مذهبی و دیگر گروه های مثل مؤتلفه. آیا مجاهدین چون جوانان مسلمانی بودند اسلام را به عنوان ایدئولوژی خود برگزیدند؟ ایدئولوژی اسلام تنها و تنها به دلیل اینکه توسط مجاهدین ایدئولوژی و مکتب راهنمای عمل مبارزه معرفی شد به عنوان ایدئولوژی مجاهدین شناخته شد، نه به این دلیل که اونها از پیش در خانواده های مذهبی به دنیا اومده بودن. الان هم در جامعه ما گروه های مختلفی هر کدام از اسلام دم میزنن. باید دید تفاوت ایدئولوژی مجاهدین با سایر این ایدئولوژی ها چیه؟ ما شنیدیم که در انقلاب 57 انواع و اقسام گروه های مذهبی اسلامی وجود داشت. کدوم اسلام به اسلام حقیقی نزدیک بود؟ اسلام مجاهدین چه نوع اسلامی؟ اعتقاد اسلامی مجاهدین با سه شاخص و وجه تمایز اصلی و برجسته از برداشت‌های ارتجاعی متمایز می‌شد. این شاخص‌ها دو اسلام عمیقاً متضاد را که یکی مبشر دموکراسی و آزادی و دیگری معرف و مبلغ استبداد مذهبی بود و بعداً به بنیادگرایی اسلامی معروف شد، در مقابل هم قرار می‌دهد. اولین شاخص متمایز کننده اسلام مجاهدین از اسلام خمینی به رسمیت شناختن رأی مردم به عنوان ملاک مشروعیت در حاکمیت سیاسی بود. در این زمینه مجاهدین استناد می‌کردند به حضرت علی به عنوان ذی‌صلاح‌ترین مسلمان و یار نزدیک پیامبر. تنها وقتی حضرت علی حاضر به قبول زمامداری شد که اکثریت قاطع و تقریبا تمامی جامعه به اون رأی دادن و به اون بیعت کردند. در این هنگام بود که سوگند خورد که اگر این رأی و اصرار مردم نبود من حکومت رو قبول نمی کردم. خمینی در کتاب ولایت فقیه خود حکومت اسلامی مورد نظر خودش را از سنخ ولایت و سرپرستی صغار یعنی کودکان تعریف می کند و بعد از حکومت هم می گفت اگر همه مردم یک نظر داشته باشند و خودش یک نظر دیگر، اصالت با نظر خود او به عنوان ولی فقیه است. دومین شاخص متمایز کنند اسلام مجاهدین به رسمیت شناختن دینامیزم و پویایی احکام اسلامی است که توسط بنیانگذاران مجاهدین و بعداً توسط برادر مسعود تبیین و مستدل شد. این بود که بر اساس روح و جوهر پیام اسلام در تناسب با تغییرات و پیشرفت‌های تاریخ و جامعه باید تغییر کنه و این همان معنا و مفهوم بحث اجتهاد در تفکر اسلامی است. خمینی در کتاب حکومت اسلامی خود تصریح می کند که احکام تغییر نمی کند و تعیین حاکم اسلامی و حکومت اسلامی برای اجرای حدود است که خمینی آنها را دست و پا بریدن و تازیانه زدن و سنگسار می داند. سومین شاخص جدا کننده اسلام و مجاهدین تأکید بر پذیرش حقوق دموکراتیک دگراندیشان و ضرورت اتحاد تفکرات مختلف در مبارزه برای آزادی و علیه ستم و دیکتاتوری است. محمد حنیف نژاد تصمیم کرد که از جداسازی های سوری بر اساس اعتقادات مذهبی باید پرهیز کرد و ملاک وحدت و همکاری با گروه ها و شخصیت های سیاسی و احزاب مواضع و عملکرد اونها در مبارزه با دیکتاتوری و ظلمه.
حقیقت این بود که اگر نص آیات قرآن روح رهایی بخش اسلام انقلابی و عمل سیاسی و اجتماعی پیامبر اکرم و ائمه اطهار رو در 12 نسل پیاپی ملاک قرار بدیم، اون وقت به سادگی و با اطمینان و یقین می شود گفت که صدها بل هزارها نظیر خمینی و آخوندهای دیگه، آخوندهای مدعی، می باید در برابر اسلام و ادراک مجاهدین زانو بزنند. می باید که می زدند. راستین محمد حنیف نبود که پرهیز عمدی آخوندها و حوزه ها رو در برابر نهج البلاغه و آموزش های حضرت علی در هم شکست. چه کسی نهج البلاغه رو وارد فرهنگ و تربیت و آموزش کرد در تاریخ معاصر؟ بنیانگذار مجاهدین. راستی تو اون سالها میشد حتی یک فرد مبارز، یک گروه مبارز مسلمان، یک ملای نامدار حتی پیدا کرد که کتاب امام حسین مجاهدین رو از ابتدا تا انتها مرور نکرده باشه و با شگفتی مجذوبش نشده باشه. آیا ساواک اولین چیزی که توی خونه گروه های مسلمان به دنبالش بود همین کتاب نبود؟ آیا همه اعضای شورای انقلاب خمینی، در حقیقت شورای ارتجاع، از بهشتی و موسوی اردبیلی گرفته تا عباس شیبانی و عزت صحابی، قبل از این که به حاکمیت برسند به این کتاب و سایر آثار مجاهدین مثل شناخت، تکامل، راه انبیا افتخار نمی کردن؟ در سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران، برای نگاهی سریع به تاریخچه این طلوع ماندگار اولین گام رو برداشتیم. این مسیر پرفراز و نشیب رو در روزهای آینده با هم طی می‌کنیم.